بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان محترم، شاگردان نهایت گرامی. امیدوار هستم جور و صحت و سلامت باشین. شاگردان گرامی، قد پای تلویزیونتون میشینین و تمرین ریاضی صنف هشتم صفحه 66 کتابتان درس 32 را مشاهده کنین. انشاءالله مشکلاتی که در این حل تمرین داشته باشین مرفوع خواهد شد. خب، روز گذشته ما تا سوال پنجم برای شما سوالات حل کردیم. امیدوار هستم که چیزی از او آموخته باشین و کار خانگی می بود برای شما که اون سوالات را شما چند بار پیش خود پرکتیس کنین تا خوبتر و بهتر و طریقه حل سوالات آشنا شوین. سوال ششم صفحه 66 کتابتان هی است که یک سوالی است که با استفاده از تناسب مرکب حل میشه. مثلا برای ما گفته که 14 نفر مساحت یک زمینی که مساحتش چقدر باشه؟ 1200 متر. 1200 متر مربع مساحت داشته باشه، با کار روزانه چند ساعت؟ 3 ساعت در 8 روز، ایجام روز چی میکنه؟ ایره بیل میزنه. خب، سوال قسمی هست که زمینی که به مساحت 1200 متر مربع را 14 نفر تحت شرایطی که روزانه 3 ساعت کار کنن در 8 روز چی میکنن؟ ایره بیل میزنن. حالا شما معلوم کنید که اگر 10 نفر باشه، مساحت زمین هم 1500 متر مربع باشه، با کار ساعت کاریش هم باشه 6 ساعت، در چند روز این زمین را بیل خواهد زد. خب، شاگردای گران، قدم اول برای شما گفته بودم که شما اولین کاری که میکنین در تناسب مرکب تشخیص میکنین. مین تشخیص میکنین که وقتی که 14 نفر اینجا نشته میکنین 14 بر 10. حالا میبینیم که این 14 بر در 8 روز 14 نفر، توجه شدین؟ 10 نفر خیلی در چند روز، اینجا تعداد کم شد، باید این چیز شود زیاد شود. پس این تناسب را میگیم تناسب معکوس است. این تشخیص بسیار مهم است. بعد از اون نسبتی که مجهول درش است، این را میگیریم با ساعت مقایسه میکنیم. 3 بر 6. خب، در 8 روز روزانه 3 ساعت کار کنه، خیر 6 ساعت کار کنه، باید روز کم شود. پس این هم یک تناسب چی است؟ معکوس است. ای را که فهمیدین، باز شما میتونین سوال را بسیار خوب حل کنین. یا تناسب چی شد؟ معکوس است. بعد از اون میگیم 8 بر x مساوی بر 1200 که مساحت زمین است بر 1500 متر مربع. اگر 8 روز 1200 متر مربع زمین را یا بیل بزنن، خیر 1500 متر مربع زمین را در چند روز بیل میزنن. پس اینجا میبینیم که این تناسب تناسب چی است؟ تناسب مستقیم است. وقت اینجا هم زیاد شد، اینجا هم زیاد شد. پس اینه میگیم تناسب چی؟ تناسب مستقیم. خب شاگردان، حالا کار ساده میشه برامون. میگیم نشونه میکنیم 8 بر x مساوی میشه. خط برمیگیریم. تناسب معکوس را ما معکوس میکنیم. همونش که تناسب معکوس نشونه میکنیم 10 بر 14. تناسب معکوس هست، ایران نشته میکنیم ضرب در 6 بر چند 3. مستقیم رو به حالت خودش میمونیم، 1200 1500. چقدر سال کار ما سال شد شاهده های محترم؟ خب، حالا ما میگیم اختصار میکنیم، ای دو صفر با ای دو صفر اختصار. بسیار خوب، 3 5 15، 1 5 5 3 5 15، 2 5 10 اختصار میکنیم. خب، 1 3 3 2 3 6. بسیار خوب، و میبینیم که ای به 2 اختصار است، 7 2 14، و اینجا میشن 6 2 چند 12. خب، حالا ما نشته میکنیم که 8 بر x مساوی کدام عدد آمد؟ 2 اینجا مانده. خب، یک اختصار دگام کده میتونیم 1 3 3 2 3
6 2 ضرب 2 ضرب 2 متوجه هستین؟ نشته میکنیم 2 ضرب 2 ضرب 2 دیگرهاش اختصار شد مخرج چند مون؟ 7 نتیجه 8 بر x مساوی میشه با 8 بر چند میشه؟ 8 بر 7 آن طرف های دو وسط این میکنیم 8 x مساوی میشه 8 ضرب در 7 اطراف تقسیم ضریب مجهول میکنیم شما میفهمید ضریب مجهول به مخرج انتقال میکنه پس تقسیم 8 میکنیم پس x مساوی میشه با 8 ضرب در 7 پس تقسیم 8 ای 8 به 8 خلاص در نتیجه ما پیدا کردیم که x مساوی با چند است 7 یعنی اینجا با این ساعت کاری این مساحت را با این تعداد در چند روز در 7 روز میتونن بیل بزنن این جواب سوالتون است خدا کنه که خوبتر سوال را فهمیده باشین میم به سوال بعدی تان سوال بعدی تان سوال هفتم است آن در سوال هفتم برای ما چی گفته؟ این سوالات را شما مشاهده کنیم که چگونه حل شد خب در سوال هفتم شاگردای گرانقدر بر ما گفته که اداره مکتب، اداره یک لیسه از یک کتاب فروش 2560 افغانی کتاب خریداری نموده است. خب وقتی که 5600 افغانی کتاب خریده است برای این که کتاب فروش خریدار مذکور را برای آینده برای خود جلب کرده باشم چی میکنه؟ از مشتری 5% پول کمتر از قیمت اصلی چی میکنه؟ اختصاص میده یعنی اگر ما بیم این را نشته کنیم به این شکل قیمت در 100% چند فیصد کم میکنه؟ 5% یعنی این به خاطر که این مشتری را جلب کرده باشه اگر قیمت اصلی از این می باشه 2560 افغانی 5% در این همین کتاب که می خره از این چی میکنه؟ تخفیف برش میدم خب خرید 2560 افغانی چقدر تخفیف برش دارم؟ حالا ما بسیار ساده و اساس تناسب نوشته کده میتونیم که 100 تقسیم 2560 مساوی میشه به 5 بر x خب شما میفهمین دیگه طرفین و وسطین حال 100 ضرب در x طرفین وسطین هم 5 مساوی میشه 5 ضرب در 2560 حال ما قیمت اصلی خواهی قدر بود قیمت بعد از تخفیف 5% را ما میخواییم پیدا کنیم خب در اینجا شما میفهمین که اطراف تقسیم ضریب مجهول که تا x را پیدا کنیم پس x مساوی میشه 5 ضرب در 2560 تقسیم بر 100 حالی صفر را با این صفر خلاص میتونیم کردم یک دو یا پنج که اختصار کنیم دو پنج ده یک پنج پنج خب پس اینجا چی باقی مان؟ 256 تقسیم بر 2 حالی میبینیم که یا به 2 اختصار میشه یک دو دو یک دو 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 چار اینجا چند باقی مان؟ یک بالای ازی بیره 16 دو 16 پس قیمت x ما شد که 128 حالی x مساوی 128 شد البته افغانی 128 افغانی خب به خاطری که ما این را پیدا کرده بتانیم 128 افغانی را از امی که تفریق کنیم این قیمت اصلی بود قیمت اصلی که کتاب را می فروخت حال ما میم از این نوشته می کنیم که 2560 منفی 128 حال در اینجا از وقتی که ما این را تفریق کنیم از 10 که 8 تفریق شود اینجا میمونه 2 اینجا چند مون 5 از 5 که 2 تفریق شود میشه 3 خب اینجا چند مونده 5 از 5 که 1 تفریق شود میشه 4 اینجا خود 2 هست
پس ای چقدر افغانی شد؟ 2432 افغانی. خب حال این رمانش تمی کنیم که اداره مکتب 2432 افغانی به کتاب فروش میدهد. متوجه شدیم؟ پولی که اداره مکتب به کتاب فروش میدهد اینمی پول هست. متوجه شدیم؟ کدام پول هست؟ اینی پول هست. خب باز تکرار میکنم سوالم. اداره مکتب رفت از یک کتاب فروش کتاب میخرید، اصل قیمت کتاب از این بود 2560 افغانی، بخاطر که اداره مکتب را جلب کرده باشه یک مقدار تخفیف ورش قائل شد، 5% گفت که از سر قیمت یا از قیمت اصلی تخفیف میتیم، خرید دست 5% در 2600 چند افغانی تخفیف داده، ما پیدا کردیم 128 افغانی تخفیف داده، از قیمت اصلی 128 تخفیف کردیم، قیمتی که اداره مکتب برای کتاب فروش میده 2432 افغانی هست. این بود سوال چندم شما. سوال فکر میکنم که سوال هفتم کتابتان هست. میریم به سوال هشتم. خب شاگردای گرانقدر، سوال هشتم قسمی هست که مجموعه سرمایه دو تاجر که مشترکن با هم تجارت میکنن، سرمایه از اینا هست، سرمایهشان رو نشون میکنیم. چقدر سرمایه دو تاجر؟ دو تاجر هست مبلغ 2,540,000 افغانی. 2,500,000 افغانی؟ 40,000 افغانی هست. خب این آدم ها میخواین این را به نسبت سرمایه خود را، نسبت سرمایهشان به 3/5 هست، سرمایه هر کدام را پیدا کنیم. این سرمایهشان است و این هم نسبت سرمایهشان. خب اول کاری که میکردیم چون تقسیم به اجزای متناسب بود، اول ما میمیدیم نسبت ها را با هم جمع میکردیم، نشته میکردیم 3/5 مساوی میشد به 8. کار دوم می آمدیم که ما سرمایه تاجر اولی را اگر ما بیم، سرمایه تاجر اول را اگر ما بخواییم پیدا کنیم، پس ما نوشته می کنیم که 2,540,000 افغانی تقسیم بر مجموعه نسبت ها، این مجموعه نسبت ها بود، ضرب در چند؟ 3. خب حال وقتی که ما بیم این را اختصار کنیم، شما وقتی که اختصار کنین 1,8,8 اینجا با 3,8 24 میشه، ما روش تقدم میتونیم 3. چند باقی ماند؟ 1. پلوی ازی بیا چند میشه؟ 14. 1,8,8 چند باقی ماند؟ 6. حال 6 که پلوی 0 بره 60 میشه، وقتی که اختصارش کنیم 7,6 7,8 50 و چند میشم؟ 8,6 48 7 میشه 56. خب 56 که شد، ای 4 از این باقی ماند، پس 4 بالای 0 بالای 0 که برم 40 میشم، 5,8 40. چند صفر دیگه ماند باقی؟ 2 0. متوجه شدین شاگرد گرم؟ قد اختصارش کردیم در اینجا شد 3,8,24، یکی پالوی از این آمد 1,8,8 7,8,56 5,8,40 2,0 هم چی شد؟ بالا شد. خب این را اختصار کردیم که شما ببینید، این 2,0 که مانده بود این را پایان کردیم. ضرب در چند شد؟ 3. حالا وقتی که این را ما ضرب 3 کنیم، شما میفهمین که 3,0,0,0,0,0 3,5,15 را 5ش حاصل بر 1، 3,7,21,21,1,22 3,1,3,3,2,5 3,3,9. پس ما از اینجا میگیریم که میبینیم که 95,000
پس اینجا 952500 افغانی چی شد؟ سرمایه تاجر اول. تاجر اول. خب تاجر اول شد که 952500 افغانی. به همین ترتیب سرمایه تاجر دوم را می‌خوایم پیدا کنیم. پس بازم عین کار را می‌کنیم. 2,540,000 افغانی تقسیم 8 ضرب در اینجا 3 بود، اینجا نسبتش چند؟ 5 هست. خب ایره شما پیشتر دیدید، حالا اختصار نمی کنیم، مستقیم قیمت را میگذاریم. ایره که تقسیمی ازی کردیم 31,7,500 یعنی 317,500 ضرب در 5. پس از اینجا مساوی میشن 5,000,000,5,000,000,5,5,25,5ش حاصل بر 2. 5,7,35 35,2 37 حاصل بر 3. 5,1,5 5,3,8 5,3,15 حال شما در اینجا وقتی که ما پیدا کنیم میره تاجر دوم چند شد؟ ایره کمی واضح ترنش نکنم. 1,587,500 افغانی سرمایه تاجر دوم شد. اینجا خوب است که سرمایه تاجر دوم نشته کنیم. سرمایه تاجر دوم. ای بود سوال شماره چندم شما؟ سوال شماره هفتم شما. خب شاگردان گرانقدر، چون وقت ما با پایان رسیده، یک سوال نهم و دهم و یازدهم ما ایره با شما کار خانگی با عنوان کار خانگی میتیم یا روز گذشته که در ارتباط درس گذشته با درس نو، حتما یک سوال شبرتان کار میکنیم تا روز دیگر که باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. شما را به خداوند میسپاریم. سوال نهم، دهم و یازدهم تمرین کتابتان، کار خانگیتان. چون وقت ما به پایان رسید، روز و روزگارتان خوش. سلام علیکم.